سلام، به ویدیو دیگه خوش اومدید. تو این ویدیو قرار شد ما این پوشکاپ با هم دیگه داشته باشیم که همونطور که مشاهده می‌کنید با ترکیب خوب و دوست داشتنی پکابالون گریویارد که معرف حضور همتون هستش و می‌خوایم ادامه پوشکاپ رو داشته باشیم. دوستان پریروز بودش که ببینم کنم استارت پوشکاپ هفته رو زدیم و امروز که پنجشنبه میشه سعی می‌کنم برای فردا یه ویدیو خیلی بمب از تاپ لدر براتون بگیرم، یعنی بشه بالای 2000 کاپ و اونو براتون فردا بذارم. ولی خب این ویدیو فعلا از این کاپ قرار بگیریم، از کاپ 1850 که میشه رنگ 2000 و ما اینجا مجبوریم که الکترو ویزارد رو برای کارت فینیکس بندازیم. تورنادو اصلا جواب نمودش برای اون لحظه از بازی. اوکی، چون که تابرمون لول 13 نمیتونیم فقط با تورنادو دفاع بکنیم یه همچین حمله ای رو و کارت فینیکس رو. اگه تابرمون لول 14 بود راحت با تورنادو میشد این کار رو انجام داد. خب دوستان، کارت گلدن نایس داره میاد، قطعاً باید جلوی دشش رو بگیریم. یه بومبر کافیه برای یه همچین موضوعی. اوکی دوستان، یه پکا میندازیم از ته اینجا به خاطر اینکه هر گابلین با 3 ضربه از دست از بین میره باید دفاعش بکنی و نذاریم به تاور برسه. اگه به تاور برسه کارمون یه جورایی سخت میشه. اینجا یه تورنادو میخوام بزنم. چی شد؟ نمیدونم تورنادو زده شده یا نه. نه نزده شده بچه، اصلا باور نکردنیه. اوکی، بعد شانسی آوردم. اگه تورنادو رو میزدم میشد راحت دفاع کرد اونجا رو. اوکی ببینیم چی میشه. مچاپ واقعا 50-50ه ولی من یه موقعیت خیلی خوب رو از دست دادم، یعنی موقعیتی که میتونستم راحت در واقع حریف رو تحت فشار قرار بدم ولی این اجازه رو فعلا به هم نداده. ما هم مجبور میشیم بالون گریویاردمون رو بازی بکنیم. یه لحظه زبونمون گیر کرد. اوکی، دارش پرینس رو پلی میدیم. الان فکر کنم 2 شبه، به خاطر همون یه خورده خستگی روزم بوده. اوکی، ایویز رو میزنیم. پکا دوباره باید تورنادو رو پلی بدیم. اوکی، بالون گریو. او نه بچه، نشد که دمیج خوبی وارد بکنیم ولی بازم بد نبود. دارک پرینس رو پدری میدیم. سر اون یه اشتباه یا میتونم بگم یه دقیقه نیست قطع شدن یه همچین دمیج با وارد شده ها. اوکی، بزن. ایوه، اون ضربه که میخواستم از گولدن نایت وارد شد. بومبر نادو خوب بود، نادوی خیلی قشنگی زدیم. اوکی، یه جورای بیفایده است. حریف میدونه چی کار بکنه. پکا، آره فکر کنم دیگه بطل رو ببازیم ولی میشد این بطل رو برد. اوکی،
اوکی، نه دیگه کاری نمیشه کرد. 106 تا هم بیشتر دمیج در واقع اچ پی باقی نمونده و میگم سر همون یه دونه اشتباه یا همون کانکشنمون که رفت نشد یه کاری انجام بدیم. اگه اون فینیکسی که برای تورنو زدم میرفت سمت راست و دیگه چیزی برای دفاع کردن بالونمون نداشتی که من قشنگ میتونستم اکسی جمع بکنم و بالون گریویاردم رو پلی بدم، ولی خب نشد که بشه اون لحظه از بازی. بریم داشته باشیم بتل بعدی رو رفقا، ببینیم چی میشه. MK گیسل اسم حریفمون است. ببینیم مثل اسم خودش داره با مگانایت پلی میده یا ترکیبای دیگه ای که نمیشه فعلا حد زد. خب اوکی، چیزو پلی میده، اسکلتون کینگ رو پلی میده، ببخشید جاینت اسکلت. ما هم پکا رو در جواب جاینت اسکلت پلی میدیم و کارت بچه ها اینجا رو نگاه بکنید چه اتفاقی داره میفته. اسکیل دیگه، اسکیل اینا همش بر اثر اسکیل اتفاق میفته. ما دارک مینس رو میندازیم، ماشاءالله همه چی هم داره بر دفاع. اوکی دیگه چی داره بر دفاع؟ اوه مینیون هم داره، مینیونز. دمیج خوبی بود بچه ها، دمیج خیلی خوبی بهش وارد کردیم، ولی از اون طرف با اون ضربه بالونی که به تاورمون وارد شد تقریبا میتونم بهتون بگم یه 1000 خورده ای دمیج از همون گرفته شده و چون که لیبل 13 هستیم یه همچیزی به چشم میاد و الله با یه ضربه بالون 2500 تا نمیشه چیز اچ پی مون تو حالت عادی. بعد برسه به چرا اینجوری داره پلی میده اصلا؟ واقعاً که چیز میزنیم. بزنی که دیگه خب یک یک شدیم، ولی با کلی دمیج خرج کردن و اون حرکتی که الان زد با بالون و پرینس بودش واقعا کارمون خیلی سخت کرد. دیگه متوجه میشیم که این پلیر اصلا هر لحظه امکان داره که پلی بده همه چی رو. ما پکامون رو میندازیم برای جاینت اسکلت. اوکی بومبر رو اینجوری پلی میدیم. میدونه که عروض ندارم، خاطر همین خیلی راحت میتونه الان کارتوشو پلی بده. اوکی دارک پرینس پکارا اینجوری پلی میدیم. سریع عروض تورنادو بالون، ببینیم چیکار میکنه بالون. بالون لول 13 مطمئنا نمیتونه کاری رو جلو ببره و ضربه وارد نمیکنه به تاور. ما دارک مینس رو پلی میدیم. پکا یه بومبر پلی میدیم اینجا سریع عروس. صبر میکنیم ببینیم چی میشه. گریویارد با همراه بالون. اوکی پکا دارک پرینس چیز تورنادو شانس آوردیم ضربه ای وارد نشد. دارک وینز بالون سریع عروض. بله میدونستم این حرکت رو میزنه. یه ضربه از بالون، دو ضربه بچه ها. گریویارد دوباره دارک وینز نیدو بالون سریع عروض
بله میدونم یه همچین حرکتی میخواد انجام بده، ولی هنوز ساوند نشده. پکا دارش وینز بعد این حرکت تورنیدو سریع عروز خوبه ایویز و تمام. یه بطل خیلی استثنایی و فوق‌العاده داشتیم و سپری کردیم که واقعا جذاب بود. بریم داشته باشیم یه بطل دیگه که بچه ها بهمون ماجیک چست رو داد، ماجیکال چست. بریم بازش بکنیم. خب هیچی نداد، فقط یه چند تا کارت مزخرف که به دردمون هم نمیخوره داد. باید به اون بالون بده. خب حریفمون رنگ 36 گلوبال تورنمنت داره، 36 جهان، که فکر کنم دو تا هم 20 وین داشت 2018 فکر کنم میکشن بود. ترکیبش هم که کارت اول فعلا گابلین هاته، فقط خدا کنه اون ترکیب گریویارد نباشه. خب آره اون نیستش، یه تورنادو لول 13 میزنیم اینجا. اوکی اکسیر زیاد خرج کردیم، بعد صبر رو کنیم تا ببینیم حریفمون چیکار میکنه. تو اکسیر شماری هم نباید عقب بیفتیم زیاد. 8 تا 9 تا و فکر کنم همزمان با هم اکسیرامون داشت پر میشد. فکر کنم نهایت یه دونه از من بیشتر بودش اکسیراش. اوکی کارت فینیکس، فینیکس رو با بومبر دفاع میکنم. خوبه اینجا دیگه باید جلوی فینیکس رو میگرفتم. دارک مینز پکا خیلی سریع، امیدوارم ضربه اول نخوره به تابر، که نخورد. خوبه عروزمو میخوام بزنم ولی پلی میدیم دیگه ببینیم چی میشه. دارک چیز تورنادو، بله یه همچین حرکتی میدونستم انجام میشه، کم نمیاره چون ترکیبش سایکله و میتونه راحت جلوی پکای منو بگیره و پکای تنها نمیتونه کاری رو به پیش ببره. باید ساب تایتل بندازیم پشتش و چیزایی که بتونه در واقع پشتیبان پکا باشه. خب دارک فینیکس از سمت راست میندازیم، اون سمت چپ هم باید حواسمون باشه قطعا. یه الکترو ویزارد میتورد عروض تورنیدو دوباره به این صورت میندازیم که دمیجی که قراره به اون وارد بشه خیلی کمتر بشه به نسبت. اوکی پکار رو دوباره پده میدیم، فینیکس داره میاد سریع بومبر، بله خوب بومبر رو انداختیم، یعنی به موقع بود، خیلی به موقع زدیم اون حرکتمونو. ایویزو پلی میدیم، فکر کنم دیگه الان زمان اینه که یه بالون پلی بدیم اینجا. بله بالون رو پلی میدیم. اوکی دارش برینز یه دونه بزنه، آخ یه دونه رو هم نزد و تاور سمت چپمون کلن از بین رفت. واقعا لبل 13 خیلی ضعیفه، اینجا داره مشخص میشه کاملا. اینو الان ول کنیم تا برامون میره. پکار از سمتی که دمیج زیادی من وارد شده میندازیم، قطعا نباید ریسک کرد. دارک میسم از سمت راست، اون طرف هم باید حواسمون باشه زیاد. یه تورنادو اینجوری میزنم، همون یه دونه تورنادو کافی بودش. یه بومبر اوکی بالون گریویارد به همراه عروز، عروز سریع خیلی فست، ایویز یه دونه بزن ایوان. بطل خیلی خوبی بود واقعا، هر لحظه امکان داشت که تاور از دست بره و تاور سمت چاپ راست من واقعا هر لحظه امکان داشت که با هر سوتی از بین بره و مخصوصا تاور سمت چپ که سری قفلت اون بمبه رو دیر انداختم و راست اون کارت هفتایی هست ششتایی هست انسی شادم رفته
مینداختش قشنگ سمت چپمو تحت فشار قرار داده بود و کلی تونست دمیج بگیره. ببینیم داشته باشیم بتل بعدی رو دوستان، فکر کنم بتل سوم بعد باشه یا چهارم، که بتل خیلی خوب و جذابی رو دیدیم با هم. داشته باشیم بتل فکر کنم سوم باشه، بله. خب تو کلن رفیق هم هستش نمیسیس که یه پیکاپ بریج هستم باز خیلی خوبه، قدر نیست ولی خیلی خوبه. و اینجا ما پکار داریم اول بازی، فکر کنم خود این طرف هم بخواد پکاپ بریج هستم الان باشه، شاید الان نه، آره پکار داره، پکاپ بریج هستم هستش. اگه از ورژن چیزش باشه، مینیونش باشه، کارم سخته. آه نه، مینیون نیستش، کارم یه خورده نسبت به اون زمانی که مینیون هست آسون تره، ولی بازم پکابری جسمم مشخص نمی کنه تا آخرین ثانیه ها باید قشنگ بازی بکنی. اوکی دیگه به اینجا کاری ندارم، پکا یه ضربه میزنه، فکر کنم دومی ضربه برم، نه دیگه همون یه ضربه رو زد و 2665 شد تابر سمت چپش و قطعا دیگه من برای تابر سمت چپ باید اکسیر خرج بکنم مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته. بمب رو پلی میدیم تا یه خورده تحت فشار قرار بده و کارتش هم جیر پلی بده، مگر اینکه بله این کار انجام داد تا ما داشمیسمون رو به این صورت پلی بدیم. خیلی عالی، خیلی عالی داره پیش میره قضیه، تا ببینیم چی میشه. گفتم خود نمیسیسم یه پیکاپ پلیر خیلی خوبیه، یه عروض خیلی خوب زدیم اینجا پکا. ما این حرکت رو میزنیم بچه، شما هم این کار انجام بدید ولی باید خیلی حواستون باشه، اگه مینیون داشته باشه این کار رو نباید انجام بدید اصلا تحت هیچ شرایطی. اینجا هم باید 100% تورنادو رو بزنید، چون اگه ایویز بخواد بره سمت پکا و پکا هم بخواد از اون سمت ساپورت بکنه، دیگه نمیتونید دفاع بکنید سمت چپتون رو. اینجا ما تاور سمت راست رو به همین راحتی تونستیم جلوش رو بگیریم. دارکنیس هم باید همین جوری که من میندازم پلی بدید. اوکی ایویز، چه ایویز خیلی قشنگ ترتمیز بود، آخرین ثانیه ایویز اومد و تاورمون رو نجات داد. اینجا یه عروض میزنم، یه نیدو، آره یه پکادو از سمت راست. اوکی گریویارد بومبر به این صورت، خیلی عالی داره پیش میره قضیه. 14 ثانیه بیشتر نمونده و کارت پویزن رو هم نداشت، اگه پویزن مینیون داشتش این ترکیب واقعا کارمون خیلی سخت میشد. اوکی همون ترکیبی که چیز پلی میده، توریست پلی میده، اون خیلی خوب میتونه با مینیونز و پویزن پلی بده همچین ترکیب و پکا بریج اسپم رو، و اگه اون نسخه بخواد به هم بخوره به خاطر اینکه دیگه نمیتونم یه همچین حرکت هایی انجام بدم، مثلا اگه پکار از سمت راست از ته بندازی یا چپ بندازی فرق نمی کنه، من دیگه نمیتونم طرف مقابلش بندازم مگر اینکه عروض زمه دستم باشه، اگه عروض زمه دستم باشه دیگه مینیون هم نمیتونه کاری انجام بده. و آره توی اون شرایط میشه همچین کاری کرد. ببین داشته باشیم یه بتل دیگر دوستان، فکر کنم بتل چهارم باشه، بله. خب بی وید اسم حریفمون است که طبیعتا نمیشناسم این پلی رو. تورنادو کارت خیلی موثر و خوبیه برای اول بازی، تا ببینیم چی میشه، شاید هوک رایدر داشته باشه. خب زپ پلی میده، ما هم کاری که حریف کرد و انجام میدیم، نمیذاریم اکسیر لیک بشه و ایویز رو از سمت راست پلی میدیم. مینیون داره به همراه کارت پویزن، بچه ها فکر کنم پکا بریج اسپم باشه، از همون نسخه ایش همین یه دقیقه پیش بهتون گفتم اگه بهم بخوره کارم سخته، فکر کنم همونم است یا نه، همه این ترکیب ها انگار توی این هشتا کارت جا شده، هیچی نمیتونم تشخیص بدم. کارت فینیکس، کارت دارک پرینس، بازم نمیدونم چه ترکیبی میتونه باشه. اینجا پکار قطعا پلی نمیدم چون تورنادو رو داریم دیگه، نیاز نیست این کار انجام بدیم، بعد تورنادو کافیه.
یه لحظه فکر کنم ضربه اولش رو شات اولش رو زد به تابر سمت چپمون، ولی خب این اتفاق نیفتاد. ما گریویاردمون رو پدایی میدیم برای پرینس، قطعا نباید فعلا پکامون رو دست بزنیم، باید فعلا تو خماری بمونه حریفمون تا ببینه. نمیتونه اصلا تشخیص بده من پکا دارم، فکر نکنم بتونه این کار رو انجام بده، چون پلیری نیستش که من بشناسم و ترکیبش هم قطعا یه ترکیب دستساز هستش که مشخص نمیکنه کارتای بعدش چیه. فینیکس کارتی هستش که الان از سمت راست پلی داده، ما هم ایویز رو در جوابش پلی میدیم. دوباره کارت پویزن، دیگه الان زمان اینه که پکا رو پلی بدیم، دیگه بخواد اینجوری پیش بره برامون سخت در واقع جلو میره بازی. پرینس رو از سمت چپ پلی میده، فقط امیدوارم که سورپرایز نشیم. جاینتس بچه اوکی، اوه 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 تاور رفت، سر یه ثانیه سر اون زب تاورمون میره. دارک پرینس از سمت راست پلی میدیم، بچه کار سخته، کار خیلی سخته. دارک پرینس اوکی بزن یه دونه رو، نه یه دونه رو هم نزد، زب هم که بزنه کار تمومه. ترکیبش واقعا زب بود، همینجوریش وقتی که ورژن اصلی دابل پرینس به میخوره خودتون دیدید دیگه چقدر میتونه اذیتم بکنه این ترکیبم رو. وقتی ترکیب اصلیش یعنی همون فایربال اروز یا فایربال زب به میخوره با به همراه ایویز همون مشکل سازه دیگه، چه برسه کارت فینیکس بخواد بیاد، کارت مینیون بخواد بیاد، کارت پویزن بخواد بیاد. ببینید گریویاردی که میندازم پویزن قشنگ جوابه، بالونی که میندازم یا فینیکس میندازه یا کارت مینیون، دیگه واقعا تمام کارت ها میتونه راحت جلوش رو بگیره و کار من اینجا خیلی سخت میشه. بریم داشته باشیم بتل آخر رو، یه بتل دیگه بزنیم. کاسمین اسم حریفمون است و یه عروز، ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا میخوام یه تورنادو بزنم، کینگ تاور باید اکتیو بشه. یه عروزم میزنیم، مشخص این سرکیبش چیه. میگم مید لدر، شاید این جمله رو خیلی از من شنیده باشید، مید لدر بعضی وقتا سخت‌تر از خود تاپ لدر میشه، با اینکه نمیتونی تشخیص بدی توی تاپ لدر مثلا به یه پلر بخوری مطمئنی که اون ترکیبو داره پلی میده. اگه مطمئنم نباشی یه کارتشو ببینی دیگه بقیه کارتاشو میتونی حدس بزنی و دیگه میس نمیدی، سوتی نمیدی. الان نگاه کنید چه کارتی انداخت، اصلا شما حدس میزنید که تو این ترکیب بخواد مینیون باشه، من که حدس نمیزدم. ترکیب کاملا دستازه و یه دارک پرینس میندازیم. اوه اوه هوگ رایدر هم داره، دیگه نمیخوام سورپرایز بشم از هر انا، فکر کنم یه پکا هم بندازه و دیگه سورپرایز نباید بشیم توی همچین کاپایی. در واقع کاپش هم خوبه، تاپ 2000 نباید یه همچین ترکیبه بیافتن، هم باید اسپلش یارد بخوره، لاوا بخوره، گالم بخوره، ولی خب دیگه گلوبال سابق نیستش. اوکی پکا اولین شاتش رو میزنه، بچه ها نما کنید هر گابلین با سه ضربه میمیره، یعنی واقعا یه گابلین ستایی رو بخوایم ویل بکنیم به تاور بخوره و برسه کاملا نصف تاور رو میره. یه بالون میندازیم اینجا، میخوام زمان بخرم برای خودم تا زمانی که بخواد که پلی هم نمیده، میخواستم چیزو پلی بده این کارت. اوه نه بچه ها سوتی دادیم، چه بازی مهیجیه. ولی یه بالون پلی میدیم اینجا، البته اول عروز نگرفت تاور، یه ایویز اینجا میندازیم ببینیم عکس العملش چیه. بله فکر کنم نمیخواد بذاره که
تاور بره. گریویارد بومبر سریع روز. بچه سوتی من بود، یعنی واقعا سوتی خودم بود که نتونستیم این بچه رو ببریم. امیدوارم که از این ویدیو خوش نمیشه، لایک کامنت سابسکرایب بهتون نره و ویدیو واقعا میتونم بهتون میگم سطحش خیلی خوب بود. پلیرها واقعا نمیتونستی کارت بعدیشون رو تشخیص بدی، باید اینجوری باشید، حرکت بعدی نباید تشخیص داده بشه. نگاه کنید فقط ترکیبا رو، این که هیچی، این که کاملا اصلا 100-0 مچاپ، اصلا هر هیچ جوره نمیشه این دکو زد. بعد این ترکیب خوب بود، اینم واقعا زد بودش ولی بردم. اینم همینطور، اینم داشت خیلی مریض بازی میکرد. بعد اینم که بتل اول بود، آره دیگه این بتل اول بود، پس شد 1 2 3 4 5 6 تا بتل زدیم که 1 2 3 4 3 تاش برد بود، 3 تاش هم باخت. که خب ویدیو خیلی خوبی بود، سطحش واقعا عالی بود، لول اونم 13. اگه 14 بود واقعا اینا اصلا نمیتونستن حتی یه ستاره از کارتای من بگیرن، از تاورای من بگیرن. فعلا تا ویدیوی بعدی که ویدیوی فردا احتمالاً ویدیوی هفته باشه یا وی ویدیوی خفن براتون بگیرم دیگه، که میارم بالای 2000 2100 2200 و از اونجا براتون کاپو استارت ویدیو رو استارت میکنم. فعلا.